سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. اوضاع در ایران به ویژه در ارتباط با زندگی روزمره مردم ایران چگونه می گذرد؟ بحرانی که در خاورمیانه جاری است، جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل چه پیامدهایی برای زندگی مردم ایران داشته است؟ نگرانی از هدف قرار گرفتن دارایی های مردم ایران و ایران در جنگی که حکومت فقیه با اسرائیل و برای نابودی اسرائیل به راه انداخته است از طریق حزب الله و سازمان حماس، بیکاری، اعتیاد، عدم امنیت و بسیاری دیگه از موضوعات و گرانی ها و همه اینها موضوعاتی است که ایرانیان در داخل کشور بهتر از هر کس و هر نهادی میدانند و روزانه با اون درگیر هستند. اما چه باید کرد؟ آنهایی که در عرصه مخالفت با حکومت تلاش کرده و تلاش میکنند، هزاران بلکه چندین میلیون ایرانی که بارها به میدان آمدند اما به سرانجامی برای باز پس گرفتن کشورشان نرسیدند، چه میتوانند بکنند؟ و در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور چه انتظاری از آنها میره؟ یعنی ایرانیان هموطنان در داخل چه انتظاری دارند؟ پرسش ها بسیاره. دو میهمان داریم از ایران. آقای هاشم امینی که مدتی رو در زندان بودن اخیراً و آزاد شدن، از مشهد با ما خواهند بود، و آقای سجاد مشهدی همت آبادی که برای نخستین بار میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر و ایشان نیز مدتی رو در زندان گذروندن. خوشحال هستیم که میزبان این دو عزیز و گرامی هستیم از ایران. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای هاشم امینی عزیز، خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی عزیز و درود به بینندگان و شنوندگانتون، همچنین مهمان عزیز دوست عزیزم سجاد آقای مشهدی همت آبادی در خدمتتون است. خدمت از ماست به قول معروف. و درود و سلام به شما و خوش آمد به شما جناب سجاد مشهدی همت آبادی، خوش آمدید. درود بر شما جناب آقای چالنگی و تیم شایسته تفسیر خبر و مهمان عزیزتون فعال سیاسی آقای هاشم امینی عزیز که سالها سفر دوستی با ایشون و رسمی با ایشون دارم، در خدمت هستیم. بفرمایید. خب سجاد عزیز، شد آقای امینی که غریب نیستم بارها در برنامه بودن و از شما آغاز من، شما من اشاره کردم که در زندان بودید مدتی نیست؟ بله بله، من هم متوالی بازداشت شدم، در زندان بودم و خب از 88 به این بعد به عنوان یک فعال سیاسی و یک مبارز سیاسی در خدمت مردم بودم تا حاصل تلاش جمع آزادی خواهان ایران به یک گزار سیاسی عقلانی منجر بشه. بله. و همینطور هاشم عزیز که مدتی رو در زندان بود، البته پس زمینه تصویرشون روشن نیست، همون گلدوزی اگر اشتباه نکنم مادر هستن که به دیوار هست، اون گلدوزی بسیار بسیار زیبا و پر از طبعا خاطره برای هاشم. هاشم عزیز چه مدتی زندان بودید؟ زندان اخیر ما برمیگرده به عید دو سال قبل که برنامه سفر به چابهار بود و برگشت، البته در مسیر رفت بود با بچه های ارومیه که تشریف آورده بودن مشهد و خدمت چند تا از فعالین سیاسی رفتیم و در مسیر رفت که از آقای عبدالحمید مولوی عبدالحمید رفتیم ملاقاتشون، حالا حضرات برخورد دیگه بیردن، ما بچه های ارومیه رو که بردیم چابهار با مناطق اونجا آشنا شدن و واقعا برنامه اون هیچ چیز جز یک سفر تفریحی نبود. البته نیت خودم شناساندن اون منطقه
زرخیز بلوچستان بود برای برادران و دوستان هموطنمون آذری زبان ها و ترک ها. البته اون دوستانی که همراه ما بودن به شدت نیروهای ملی و دموکراتی بودن، ولی خب به هر حال این هدفمون بود که حالا رفتیم هم یه تفریح بکنیم که در برگشت در استوازی نهبندان بازداشت شدن و یه مصیبتایی. حالا البته دفعه اول و آخر هم نبود دیگه، ما تازه دو ماه بود که عفو ملوک شامل حالمون شده بود. در حال برگشتم با عناوینی همچون اتهام و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و اینا که تقریبا دو سه ماه پیش تموم شد. حالا باز ببینیم برنامه شما کارتون کشاورزی بود اگر اشتباه نکنم، همچنان بود و هست. الان هم اومدم مشهد که شون فردا پس بچه ها رو ببریم موقع برداشت محصول. زندگی و محل کارمون ببخشید بناباد بود که ما دو سال عزیمت کردیم به خود مشهد، ولی کارمون کشاورزی همچنان بود. چه میکارید؟ بود جناب چالنگی احتمالا یادتون رفته، ما اونجا منطقه فقط تک محصولیه متاسفانه. حالا راجع به اون کلی حرف داری، داد دل ما از همونجا بلند شد. همین امسال مصیبت هایی که سر اون کشاورز تولیدگر که من یکیش باشم اومدم، همین کفایت میکنه که کفن پوش بریم علیه حضرات قیام کنیم. اون تا گوشی شنا ببینیم و برای همین از اینا گذشتیم، بارا عرض کردیم. هیچ امیدی به جمهوری اسلامی نداریم، چون هیچ اندازی برای ما در نظر نداره، هیچ برنامه‌ای برای ما تولیدگران هم و هر کسی تو هر شغلی به هر مصیبتی ضرر کرده، زیان دیده. خب نه، من بیشتر برای که ممکن بعضی از بینندگان تازه با چهره شما آشنا شدن برای آشنایی اونها هست. همونطور که از سجاد عزیز میپرسم شغل شما رو. سجاد، من شغلم مبارزه است آقای چالنگی عزیز. سال هاست که میخونم مینویسم و متاسفانه در گیرودار مبارزه. شرکتی داشتم که ما در حوزه ساختمان کار میکردیم، دیزاین داخلی کار میکردیم، متاسفانه شرکتم رو به خاطر همین فعالیت سیاسی از دست دادم و خوشحال و خوشبخت و خوشبختم که جوانی من و عمر من صرف مبارزه برای آزادی شد که قطعا خیر و برکتش برای آینده همه فرزندان ایران و دوتا دختر خودم حتما به در خواهد خورد و اونجا نتیجه خواهد داد. خب چه میخواد؟ یعنی اون ایرانی که چون این خواسته های ارجمند و شریفی رو شما میخواید درش باشه چه هست؟ چگونه هست؟ آزادی معنای بلندی داره و هر کسی تعریف خودش رو از آزادی داره، اما یک ایران سکولار دموکرات فکر میکنم که حاصل جمع خواست همه گروهان سازمان های سیاسی باشه که در اون ایران آزاد توسعه معنا پیدا کنه، عدالت اجتماعی معنا پیدا کنه و امنیت شخصی افراد، تولید، بازرگانی، کشاورزی در همه حوزه ها ایران صاحب توسعه بشه که متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی که 46 سال زمامدار امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و علمی کشوره، متاسفانه کشور رو از توسعه باز داشته و شده آنچه که میبینید. و با تکیه به آماری که روزنامه هم‌میهن دو هفته پیش منتشر میکنه در صفحه اصلی خودش، 92% مردم ایران معترض هستند. نمیگه ناراحتن یا گلایه دارن، آمار دقیق خود حکومت میگه 92% مردم معترض هستند. که خب این میتونه از وجوه مختلف بررسی بشه، مسائلی مثل معیشت، مثل اقتصاد، مثل رکود، مثل تورم، نبود آزادی های اجتماعی، نبود فضای مناسب علمی، نبود عدالت آموزشی، وضعیت فشل فرهنگی کشور، وضعیت فشل اجتماعی کشور. همه و همه گروه های مختلف و در طبقات مختلف اجتماعی به این رسونده که جامعه امروز ما، ایران امروز ما نیاز به یک گزار سیاسی داره که از پس اون گزار سیاسی اتفاقات عظیمی مثل گزارهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی اتفاق بیفته و جامعه در مسیر توسعه خودش قرار. خب هاشمی گرامی، حکومت جمهوری اسلامی که نتیجه بارها من اینو گفتم یک کودتای آمریکایی است به رهبری جنرال هایزل و رهبری سیاسی که در دوران کارتر بود، چرا به اینجا رسیده به نظر شما؟ بالاخره 45 سال بیشتر یک مسیری است که میتونست تجربه اندوزی بشه، میتونست به جایی برسه بعد از یک مدتی کشور در
مسیری باشه، به هر حال یه پیشرفت یه چیزی. چرا به این شکست بسیار بسیار گسترده که 92% مردم معترضن، علتش چه هست؟ آخوند توانایی حکومت نداره چه هست؟ اینکه چرا به اینجا رسیدیم جناب چالنگی، همون کودتا و البته عوامل زیادی دخیله در این مورد، یعنی برای هر اتفاقی، هر انقلابی، هر حادثه‌ای، هر جریانی یک عامل رو نمیتونیم برشمونیم که بگیم فقط این مثلا اشتباه پهلوی یا خیانت یا دیوانگی پدر من، مادر من، بزرگترها. آمریکا و جهان غرب، حالا اسرائیل هم بود با ایشون، به هر حال فرانسه، اینا در اون جزیره گوادلوب، من فکر میکنم اومدن که فرهنگ، نه فکر میکنم، واقعیته که آمدن که فرهنگ ایران زمین رو از بین ببرن. با این تمدن مشکل داشتن و کارشون هم کردن، بردن ملای روزخون بر سر این مملکت، کار رو به جای رسوندن که کشوری همچون ایران که دارای معادن ذخایر 7-9% است و جمعیت 1%، شما برای این که بفهمی این جامعه، این حکومت به ناکار آمدی و به در سراشی ده. خب متاسفانه ارتباط ما قطع شد و این از مشکلات هست. متاسفانه عزیزانی که از ایران با ما در برنامه هستند، میهمان ما هستند، که صاحب برنامه هستند در اصل، بله برقرار شده ارتباط ما. هاشم جان بفرمایید ادامه رو، یعنی شکست جمهوری اسلامی ناشی از چیه؟ شما برای اینکه به نتیجه ای برسید که این جمهوری اسلامی ناکار آمده، مطلقاً عرق ملی ندارد و اصلا در کلماتشون مشخص امت اسلامی ما رو خطاب میکنن، لازم از خونه پیاده بشی 50 متر تا سر سوپری خونتون هم بری سیگار بگیری. شما حتما یک نفر رو تا کمر توی سطل زباله میدید. دردها زیاده، یعنی چیزی نیست که اثر رو نشمسه، ولی چرا به اینجا رسیدیم؟ از ناآگاهی پدر من و اون جزیره گوادلو و مشکلاتی که بعد و قبلش وجود آوردن و الان هم احساس میکنم آقای چالنگی دیگه اون پروژهشون با اینا به پایان رسیده و مسئولیت به یه خطیر رسیده که ما ایران رو حفظ کنیم. نقشه های بدتری حتی برای ایران دارن، حالا تمدن این سرزمین هدف گرفتن، فرهنگ این سرزمین رو نابود کردن، اقتصاد رو نابود کردن، زیرساختها رو نابود کردن و عمدن اینا رو آوردن و حمایتشون کردن و الان هم میکنه. الان آقای بایدن در کاخ سفید نشسته، الان هم داره از اینا حمایت میکنه و من معتقد بودم و هستم هیچ کس رو غیر از خودمون نداریم و این دوران گذار پیچ مهم تاریخی سرنوشت ما رو تعیین خواهد کرد که در آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت خواهند. خب سجاد گرامی بفهمید که مبارزه که عنوانی که دادید، گفتید حرفه من، کار من این هست و بسیاری از مردم ایران، الان به چه مرحله رسیدید؟ چقدر خودتون نزدیک به خواستی که دارید حس میکنید و میبینید؟ خیلی ممنونم از سوال خوبی که پرسید. ببینید تغییر ساختار سیاسی، البته شما استاد بنده هست، انقلاب بهش اطلاق میشه، حاصل یک روند. انقلاب یک امر خلق استائه نیست که ما یک بشکم بزنیم و انقلاب اتفاق بیفته. من احساسم اینه که در توالی جنبش ها در همه این سالها بعد از خاصه دهه 60 به طبقه متوسط ورود میکنه به این ماجرای بحث اصلی براندازی، از دانشگاه ها شروع میشه، از محافل فرهنگی شروع میشه، از محافل علمی شروع میشه و تا به امروز که در این توالی خاصه بعد از 96 ما میبینیم که قشرهای مختلف مردم وارد فاز مبارزه میشن و بعد از جنبش مهسا ما میبینیم که نسل زد، دانشجوهای ما، جوانهای ما که متولدین دهه 80 هستن، مخصوصا نیمه اولش، اینها وارد فاز مبارزه با جمهوری اسلامی میشن که هم اون شعور رو کسب کردن، هم صاحب اون شعور هستن. و اگر شما به عنوان یک ژورنالیست حرفه‌ای از من بپرسید که مشهدی فکر میکنی که امروز نیاز جامعه چی هست، حالا که همه اخشار دارن با هم مثل جویبارهایی دارن و همدیگه کم کم وصل میشن تا بتونن اون اتفاق بزرگ رو، اون گذار عقلانی رو به سرانجام برسونن، چی هست؟ من میگم که ما نیاز به روایت داریم آقای چالنگی. من معمولا مصاحبه های شما رو، برنامه های شما رو میبینم و دیدم که بارها شما خودتون هم به این مسئله توجه کردید و در موردش گفتید بارها، که ما نیاز به روایت‌های انقلابی داریم، روایت‌های گذار.
خاصه امروز در جامعه ما روایتی رو ما باید داشته باشیم برای گذار از جمهوری اسلامی، برای گذار از این تاریکی و دیکتاتوری و شب و ظلمت، روایتی باید باشه، گفتمانی باید باشه، یا حتی ایدئولوژی باید باشه که متولدین دهه 30، دهه 40، دهه 50، دهه 60، دهه 70 و دهه 80 در اون گفتمان احساس کنن که اون ایدئولوژی، گفتمان، بستر اونها رو نمایندگی میکنه. و پذیرش تکثر بسیار بسیار اهمیت داره. ما بعد از 1401 اتفاقایی رو افتاد که ما دیدیم پذیرش تکثر، فهم خیشداری اهمیت 200 چندان داره برای گذار. یک گذار عقلانی که فقط این گذار باعث آنارشی یا بی‌نظمی نشه و اون گذار گذاری باشه که دست پس اون توسعه، رفاه و عدالت بتونه اجرایی بشه. من خیلی خوشبینم آقای چالنگی، این همه این سالها خوشبین بودم. موقعی که بچه‌های دهه 80 ورود کردن، بعضی از دوستان ما میگفتن که اینا آموزش پذیر نیستن، اما من وقتی با این عزیزان ارتباط گرفتم دیدم بسیار بسیار آموزش پذیر، بسیار روشن، دید وسیع و بسیار پرتلاشن. و از همه مهمتر های چالنگ، اینها سلامت دارن، سلامت شخصیت دارن، یعنی پی نفع شخصی نیومدن، نیومدن که بر سفره اپوزیسیون بودن بنشینن و بهره ای ببرن. اومدن اینها میخوان زندگی کنن. آقای چالنگ، من مطمئنم که بسیاری از شما که خارج از کشور هستید ارتباطات زیادی با داخل دارید. نسل جوان امروز ایرانی میخواد گذار کنه فقط به خاطر اینکه زندگی کنه و این نکته خیلی مهمیه. اینها پی جاه و مقام، پی قدرت نیستن، اینها میخوان زندگی کنن بعد از جمهوری اسلامی و مطمئنم که این اتفاق میمون به زودی خواهد بود. نظر هاشم رو هم میشنویم. هاشم عزیز، دوستمون سجاد اشاره کردن که فعال سیاسی هستم. من یه لحظه تو فکر رفتم برای جریانات خودم، حالا چالنگی منو میشناسن، حالا سجاد هم همینجور، بعد برای معرفی بیشتر به دوستان بگم و بینندگان، من یک کشاورزی بودم در اون حاشیه کبیر و هستم البته، شام و تورهایی رو اومدم دایر کردم که صاحباشون ول کرده بودن رفته بودن و من نوعی سال 88 مطلق از جمهوری اسلامی بریدم و به عنوان یک شهروند و حق خودم میدونستم به این نتیجه رسیدم که اینان اصلاح پذیر نیستن. ولی در مسیری که من به سمت اینها نرفتم، دستی دراز نکردم، نیاز به رانت‌های حکومتی نداشتم، در مراسمات و چی میگن این کارناوال‌هاشون شرکت نکردم، در همین مسیر تولید که از جو و گندم شروع می‌شد و الان به پسته، به مشکلاتی برخوردیم که خودش دیگه میگم جای کفن پوشیدن داره. رزق مردم، روزی مردم به بنبست خورده. آقای چالنگی، ما هموطنان و همشهری‌هایی داریم که جدشون تو مسجد بزرگ شدن، انقلابی بودن. امروز وقتی یک کشاورزی میاد با اون سم و کود بی کیفیت چینی مواجه میشه، و من اینو نقل قول از همون همشهریمون میکنم که میگم این چه جور اسرائیلیه، چه جور آمریکاییه که این برند این خوبی رو داره برای من میزنه و ما با اونا دشمنیم. یعنی این تبلیغات و پروپاگاندا اینا دیگه اصلا جوابگو نیست. این که بگی من فعال سیاسی نیستم، همه باید و باید باشن. هر کس که احساس میکنه امروز که اصلا دیگه شکی درش نیست، چی برامون گذاشتن که من بیا سیاست در زندگی ما دخیله؟ اونا دخالت کردن، محصول پسته من بعد از 15 سال با اون آب شور و با اون شرایط آب هوایی که به ثمر رسیده و الان قرار بود بشینم ازش استفاده کنم، هزینه کود و سم بی کیفیت چینیش هم نمیشه. صادراتش بستگی به یک تاجر افغان داره که بیاد اگر از ما بخره. الان وضعیت جوریه که نقدیشون آقای چالنگی چک یک ماه دو ماه میدن. برای یک کشاورزی مثل من که تگ مسئولیم چه خاکی تو سرم بکنن؟ الان پریروز اتاق بازرگانی خودش علنا اعلام کرد که ما برای واردات قطعات خودرو داریم پسته صادر میکنیم. دلار داره میره بالا، سایه جنگ بالای کشور و هزار تا دردسر دیگه. چرا دلار میره بالا، محصول من بالا نمیره؟ این سوالو میتونم پاسخ بدم؟ یک عده راندخور و آقازاده که انگلزاده ای بیش نیستن، چنبره زدن برای این، اصلا دستشو کرده تو جیب من. آقا نفتو داری میدوزی، گازو داری میدوزی، معادن و بچهای مردم رو با کمترین امکانات تو معدن به کشتن میدی. تو داری از حق رزق عرقی که من ریختم، حق زن و بچه منم داری میخوری. شما تصور کنید آقای چالنگی، من اصلا کشاورز نیستم، آقای مشهدی، هر کسی که تو ایران زندگی میکنه، یک کارگر صفر روزی 500,000 تا حقوقش باشه، روز در جمعه و 12 ماه سال هر روز بره سر کار، به 180 میلیون هم نمیرسه. من 200 میلیون شما میدم، 4 تا بچه دارم، 6 نفر آدمی، خرج خورد خوراک ما رو بدید. یه نکته دیگه پایانی بگم راجع به این موضوع،
من پریروز که تو شهرستان بودم از دوستانمون سوال کردم، از یک دوستی که والا با هم همیشه می‌نشستیم، گفتم رویا و برنامه چیه؟ دیدم ندارن آقای شالنگی. از بعد برام تعجب شد از یک جمعی هم که قرار گرفتم گفتم رویا و آرزوتون چیه بچه‌ها، برنامه‌تون چیه؟ همه‌شون متفق بودن هیچ آرزو و آمالی تو ذهنمون نیست و رسیدنی نیست، یک حتی یه ماشین یه خونه. وقتی این امید و آرزو رو از انسان بگیرید یه چیزی دیگه مونده که از ما بگیره که بخوام اعتراض نکنم یا بکنم. فعال سیاسی هم برای احقاق حقوق حقم و میدونم که شرمند من زن بچه‌مو دوست دارم بیشتر از همه تون. 4 تا بچه دارم با خون دل بزرگشون کردم، از همه بیشتر دوست دارم. ولی میدونم با این وضعیت علارغمی که الان از نظر ظاهری یک تمکن مالی برخوردار هستم، 4 سال دیگه این آبا در حال فرونشه از این سفره‌های زیرزمینی منو شرمنده بچه‌ام خواهد کرد. به خاطر شرمنده نبودن و به خاطر اینکه جزء لیست دور از جون بی شرفا قرار نگرفتن، اتفاقا علیه آخوند و چاره ای نداریم جز اینکه واتیکان قم درست کنیم، ملا را به اون حوزه هاشون برگردونیم، نظامی ها را به پادگان. هیچ راه دیگری نیست. چگونه شو بیایم بحث کنیم چه بکنیم، وگرنه این دیگه الان دیگه اثر اون نشه درد به مغز و استخوان ما رسیده، تمام دشت ها فرو نشست. بفهمید تمام دشت ها دنزور راجع به درد صحبت کردن هیچ درمان نمیکنه مشکل ما را. اثر اون نشه چیزی نمونده که من بیام بگم آقا این خرابکاری کجا رو درست کردم. من اینو از امنیت، من 5-6 تا پرونده دارم از سال 95، یه پام اطلاعات، یه پام زندان، یه پام دادگاه، سن الان 2-3 ماه آزاد شد. با خودشون که مراجعه میکنیم، با گفتگویی که حالا با اون دادستان باشه یا مامور امنیتی، چیزی برای دفاع ندارد آقای جان. و من سیاسی، سجاد سیاسی، از پایین‌ترین رتبه که منو بگیر تا بالاترین که هر کس رو در نظر بگیریم، جریانات سیاسی کلاسیک چه جمهوری خواهش چه پادشاهی خواهش، الان من فکرم اینه، ذهنم اینه، برنامه‌م اینه که میگم ما مقصریم. چجوریه که من به جرئت میتونم بگم که 90% از این بازجوهای ما، از این زندانبانهای ما، از این دادستانها، علارغم این که ظاهر مذهبی دارن و دارن نون این جمهوری اسلامی رو میخورن، ته دلشون با ماست. ما که بچه نیستیم، 45 سال سنمه، میفهمم اون برخوردی که اون آقا با من میکنه حس داره. حالا بماند اون گفتگوهای شخصی که بین ما رد و بدل میشه، که مطمئنم هر کس از داخل این تجربه رو داره حتما به چندین نوعش برخورد کرده. پس زمینه آماده است، نارضایتی به 90% رسیده. البته نارضایتی قم بلاک نیست، همه ما میدونیم معترض و اون چه کسی حاضر هزینه بدهد که داده است. آقای چالنگی، من که نمیخوام بیام برگردم تاریخ 10 سال گذشته رو بگم، از 96 88 78 و 88 بعد 96 نه. یا چند جمعه یا کی بوده، یا بچه های ما بودن، این پویای بختیاری بچه کی بود، اینا اومدن کف خیابون و هزینه دادن. اون تا اپوزیسیون به نظر من بی سواد کشاورز اینجا لنگ میزنه، نتونست آلترناتیوی به جامعه معرفی کنه، نتونست اون نیروهای ریزشی حکومت که خیلی هم زیادن و آماده اند. من با یک فرمانده کلانتری شوخی میکردم که ما رو میبردن زندان میوردن، ولی با هم چون خب بچه شهرستان و منطقه هم دیگه رو میشناسیم راحت تر بودیم. یه روزی به شوخی عرض کردم، اینو دارم صحبت سال 97 98 رو میکنم، شوخی گفتم یه روزی میام در کلانتری اصلا خونتو میگیرم. داشتی واقعا قصدم شوخی و مزاح بود. گفت ما از شما بیشتر ناراضیم، بیاین ببین در اصلا خونه رو باز میکنیم یا نه. و از این موارد هزاران تا دارم که بگم. یعنی منظورم از این است که مردم ناراضی ان، مشخصه، عقل دارن، شعور دارن و از کوچکترین فرصت استفاده کردن برای اعتراضشون. تو همین جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، شما بری تو خیابون متوجه میشی حرکت این جوونها، نوجوونها، سرپیچی و چی میگن مبارزه مدنی که علیه این جریان کردن. حالا این اتفاقات اخیرم که این جنگ طلبی های آقایون در فرصت بعدی بهش میپردازیم، زمین حیاتر کرده، امیدوارم ما بتونیم استفاده کنیم. خب خیلی کوتاه هاشم جان، که سجاد مهمان که چه عرض کنم صاحب برنامه هستن، هم ایشون هم شما، هم این برنامه تریبونی بوده همیشه در اختیار شما و منویات شما که منویات ملت ایران هستید. خیلی کوتاه، ولی شما مثل سجاد امیدوار هستید برای رسیدن به هدفی که به خاطرش به زندان رفت. بابت این حرف دارم یادداشتم کردم اینجا، در فرصت بعدی میخوام بگم چرا امیدوارم و چرا بعضیا ناامیدن. اون نگاه اشتباه، من امیدوارم. حتما میرسیم. خب سجاد عزیز، گفتید که باید روایت داشته باشه به گفته‌های من یا عرایض من، صحبت‌های من هم اشاره فرمودید. ممنون از لطفتون که به یاد داشتید. آیا این روایت ایرانه که همه رو به هم پیوند میده؟ ایران
قبل از نوع نظام اهمیت در این هست و این میتونه نقطه مشترک همه باشه جناب سجاد عزیز. بله بله حتما همینطوره. ببینید ما وقتی از واژه اتحاد نتونستیم به نتیجه برسیم، قطعا از اجماع میتونیم به نتیجه برسیم و همین هست که ریشه داران، شناسنامه داران و نیروهای پخته سیاسی ما چه داخل کشور چه خارج از کشور تلاش میکنن که میگن آقا هر کس اون سلیقه سیاسی خودش رو میتونه حفظ کنه، اما میتونه در یک هدف مشترک برای رسیدن به بستر یک ایران دموکراتیک همراه بشه. من قبلا یک ویدیوی منتشر کردم که کادر و نمیدونم نیروهای شایسته شما در تفسیر خبر اونو بازنشر دادن و گفتم که ما لااقل در مشهد که من اطلاعی کامل دارم در خراسان های چالنگی ما پادشاهی خواه و مشروطه خواه و جمهوری خواه نداریم. ما برای همدیگه وقت میذاریم، برای همدیگه در زندان جا میدیم، سپر بلای هم میشیم، به هم کمک میکنیم و ملاکمون آزادی خواه بودنه. یعنی ما فضیلت هایی رو که جمهوری اسلامی داریم 14 از جامعه ما گرفته، مثل صداقت، مثل شجاعت، مثل عقلانیت، مثل نودوستی رو سعی میکنیم که بین نیروهای آزادی خواه بس و گسترش بدیم تا جامعه ببین. آقای چالنگی، اگر در توالی جنبش ها ما هنوز نتونستیم به انقلاب برسیم، خاصه در جنبش مهسا 1401، اینه که اپوزیسیون چه داخل کشور چه خارج از کشور توان اقناع جامعه رو به یک گزار سیاسی نداشت. این یه حقیقت. و حدود 2 ماه پیش مخلص به عنوان یک نیروی سیاسی معمولی، به عنوان یک دانش آموز سیاست، به عنوان یک شهروند ایرانی مسئله غربال رو مطرح کردم. احتمال میدم شما به گوشتون رسیده باشه. و جالبه این دغدغه همه نیروهای سیاسی سالم بوده که آقا ما یا الکش کنیم یا غربال کنیم یا یک بار دوباره بیایم سنجش کنیم نیروها رو تا بتونیم اعتماد مردم رو به نیروهای سیاسی دوباره برگرد. اعتماد تمام لایه‌ها و طبقات اجتماعی باعث میشه که گذار هم زودتر، سریعتر، منطقی تر، پخته تر و عقلانی تر جلو بره. بله. و این اعتماد چقدر مهم هست؟ یعنی وقتی شما از اپوزیسیون داخل صحبت می‌کنید و خارج، این اعتماد چقدر مهمه که بین این دو به وجود بیاد؟ و اپوزیسیون داخل مشخصا منظور شما کسانی است یا اکثریت مردم؟ سجاد، ببینید اهمیت چند صد چندان داره اعتماد جامعه به نیروهای سیاسی، چون اینها دایه دار آفرینش یا خلق یک مفهوم بزرگ و بلندی به اسم آزادی هستند که خب به هر حال تو این کشور سالهاست دغدغه جامعه بوده. و من گاهی به دوستان خارج از کشور میگم صدا رو به ما برگردید، اجازه بدید که نیروهای سیاسی داخل کشور این توان رو داشته باشن که بتونن راحت‌تر، بهتر و با کیفیت‌تر با مردم صحبت کنن. این پتانسیل داخل کشور وجود داره آقای چالنگی. یعنی هر نیروی سیاسی خارج از کشور، هر عزیزی که ارتباطات بیشتر و درست‌تری با داخل داشته باشه که حاصل آرزو اندیشی نباشه، بر پایه واقعیت‌های کف خیابون باشه، راحت‌تر میتونه درک کنه که اگر صدا داخل کشور باشه جامعه پذیرش بیشتری داره. یعنی مردم خریدارن روایتی رو که از دهان یک نیروی سیاسی فهمیده، اهل دانش، با تجربه و سالم در بیاد. و وقتی در مورد غربال من بهتون گفتم، امیدوارم که یه فرصتی به من بدید تا من بتونم مصادیق غربال رو در برنامه‌های بعد، شاید یه برنامه اگه بذاریم برای تاریخ هم بد نباشه، که ما مصادیق غربال حسب افراد نیست، حسب رفتارهای غلطه. بعد از همه این سالها تلاش اپوزیسیون برای زمینگیر کردن جمهوری اسلامی، برای از بین بردن جمهوری اسلامی، برای اینکه مردم بتونن طعم واقعی آزادی رو بعد از این حکومت بیش از 14 آخوندی بچشن، ما در آزمون و خطاهای بسیار رفتارهایی رو دیدیم که اینها لطمه زده به اعتماد مردم. حالا اگر ما اون رفتارها رو حذف کنیم، با مردم شفافتر باشیم و به مردم بگیم سیاست یک فنه، سیاست حرفه‌ایه، مبارزه حرفه‌ایه، مردم راحت‌تر اعتماد می‌کنن. همه مردم میتونن معترض و مبارز و فعال سیاسی باشن، اما باید به جامعه گفت که سیاست یک حرفه است و باید به این حرفه احترام گذاشت.
و کشورداری، حکومت کردن نقطه صفر گذار. آقای چالنگی، برخلاف تصور بعضی از دوستان ما، بعضی از همرازمان ما، کار ساده ای نیست. میدونید مسئله کوچیکی نیست. شما در نقطه صفر بعد از جمهوری اسلامی باید برق رو به خونه های مردم برسونید، باید آب در لوله های خونه های مردم جاری باشه، بنزین باید به جایگاه های سوخت برسه، آرد باید در نانوایی ها باشه تا اونها بتونن نون مردم رو پخت کنن. کشورداری، حکومتداری دانش، علم، تجربه است. آخرین دستاوردهای بشر در حکمرانی، در دموکراسی، اینها میتونه همه در ایران آزاد، در ایران فردا کمک کنه. و ما باید این اعتماد جامعه رو به اپوزیسیون برگردونیم. و امروز وظیفه من، سجاد مشهدی همت آبادی، استاد چالنگی و آقای امینی عزیزم هست که ما از خودمون شروع کنیم و این اعتماد از دست رفته به اپوزیسیون رو به مردم برگردونیم. با این درجه از اعتراض، با این درجه از نافرمانی مدنی، اگر هنوز حکومت اسلامی بر صدارت نشسته، بر زمام امور نشسته و نفت میفروشه و سرکوب میکنه، قطعا یه جای کار ما لنگیده و اون نداشتن اعتماد مردم به یک گزار سیاسی. نکته رو که و نکاتی رو که اشاره میکنن، از جمله نکته بسیار 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 مهمه، سیاست یک علمه، این کلید طلایی هست که متاسفانه در عرصه سیاسی ایران از زمان مشروطه تا به امروز عمل نشده و سیاست به یک مذهب تبدیل شده و اینه که هر کسی اعتقادات سیاسی داره این است و جز این نیست و اینه که به جای نمیرسن. بحث بسیار مفصلی هست که امیدوارم همونطوری که سجاد عزیز گفت چند برنامه رو با ایشون و هاشم عزیز داشته باشیم. حتما من سخن کوتاه کنم، هاشم به ما خواهد گفت که چرا امیدوار هست. یه نکته قبل از این فرمایش رو یادداشت کردم چون صحبت‌های سجاد عزیزم بود. ما در مقابل جمهوری اسلامی تنها چیزی که داریم ملی‌گرایی و اون حس وطن دوستی و ایرانیت، فرهنگ ایران، هویت ایران، اون راستی و درستی است. شما نمیتونی با دروغ بری به جنگ دروغ. جمهوری اسلامی معدن دروغه، خدعه، نیرنگ، فریب از کار مذهبی هاست، اصلا هدف حرفش شونه. شما مسلماً در مقابل معدن دروغ، یه اصطلاحیه که حالا خودم به همون لهجه و عامیانه خودم همیشه تکرار کردم و میگویم که آقا شما در مقابل معدن، شما در مقابل معدن نیرنگ و فریب و نفاق قرار گرفتی. عرض کردم در همین صحبت گذشتمون، امت اسلامی ما رو خطاب میکنن. ما در مقابل این چی داریم؟ در مقابل این ایدئولوژی شکست خورده، ایدئولوژی پوسیده‌ای که مساجدی بزرگ و اندک نمازگزاران ظاهری که به واسطه نحوه برخورد حکومت بابت استخدامهاشون در اون شرکت میکنن مواجهیم. و خارج، داخل، جمهوری ها، پادشاهی ها، ما در اینجا چالنگی در داخل. خب من حالا به واسطه ارتباطاتم توی چهار گوشه ایران ارتباط دارم، رفت آمد دارم، صحبت داریم میکنیم. ما هرگز کسی نیومد از من بپرسه آقا امین تو جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی، شما چپی یا راستی. در شاید هم بدونیم اصلا من اطلاع داشته باشم دوستمون سجاد چپی، اصلا هرگز یقه همون نگرفتیم که چرا جمهوری خواهی، چرا پادشاهی خواهی. حالا فرمودید که چرا امیدواری. امیدواری من از چند جنبه که میگم، یک اون برخورد نیروهایی که با ایشون مواجه هستیم، ریزش نیروهای درون حکومتی که به شدت آسیب دیده. شما در درون سپاه، در درون ارتش، در درون نیرو انتظامی نیروهای زیادی دارین که اتفاقا با چشم بازی قضیه رو دارن نگاه میکنن. از برخوردشون با من فعال سیاسی متوجه میشم. امیدواریم از جاییه که من تو اون روستا یا در محله، در شهر، در هر جایی که زندگی میکنم، شاید طرفدارم رو نشناسم، از بچه 15 ساله، نوجوان 15 ساله، 10 ساله احترام خاصی برای مخلص قائلن، تا پیرمرد 70 80 ساله‌ای که از اون طرف خیابون بارها و بارها منو غافلگیر کردن، اومدن اینور در این رفت آمدهای زندان اینا برای احوال پرسی، مراجعاتی که علارغمی که طرف کارمنده باید ملاحظه کنه. و این نکته رو یادمه در همین مشهد که اون زمان گل‌آباد بودیم، ما رو احضار کرده برای بازجو عنوان کردم، گفتم اینجوری که تو داری وانمود میکنی و داری ما رو یزید ابن معاویه معرفی میکنی و قاتل تیر و خنجر علی اصغر زدم، پس باید مردم ما رو سنگ بزنن دیگه.
منی که تو اون روستا معذرت میخوام آقای جلنگی، به اعتبار بابام بهم زن دادن، چگونه شد که 90% جامعه حتی در اون حکومتیاتون به من احترام میذارن؟ مراجعه به هر اداره‌ای به ما احترام میذارن. پس باید از ما دوری کنن، باید از ما بترسن، باید از ما فرار کنن. که بعد از یک مکس کوتاهی گفت خدا هنوز به تو لطف داره و تو خودت متوجه نیستی. گفتم نه، خدای من خدای ایران است و اون صداقتی که داشتم تو این راه برای ایران جواب داده. این جوابشو گرفتم. از دست دادن نیروهای عقیدتیشون، البته 20 سال پیش اینا ایدئولوژیشون شکست خورده شده، ولی الان دیگه از مادر بزرگ که حالا فوت کرده، از مادر منم که الان سنش بالایه بپرسی میگه مادر جان عیسی به دینش، موسی به دینش. این دیگه اون حربه رو از دست داده و رسونده خودشو به یک نقطه ای. ببخشید اینم بگم، تاریخ انقضاشون برای او کسی آوردش به پایان رسیده. مگه چه بلایی سر صدام آوردن، لیبی آوردن، این حکومتایی که آوردن و بردن. و این بار باید ما آگاه باشیم از فرصتی که پیش روز و دوباره دست خواهد داد، یک حکومت ملی سر کار بذاریم. اونا پشتشون رو خالی کردن و مطمئن نمی اتفاق رقم خواهد خورد. چون جان بفهم من مطمئنم که این اتفاق به آنهایی که صحبت از تجزیه میکنن، آنهایی که صحبت از بالا و پایین، اینا مطمئن باشید. چه حالا عامدانه نمیخوام بگم چون خیلی سخته، غیر عامدانه افتادن تو بازی اتاق فکر رژیم، سایبری های رژیم. چگونه است که من نوعی وقتی که در صفر نقطه صفر مرزی چابهار پیشین، از این ور گرفته از ارومیه تا اهواز، همه اینا در این چند سال گذشته سفر کردم، این همه نیروهای ملی، این همه نیروهای وطن پرست، آقا ایران که دفعه اولش نیست که با مشکل مواجه شده، مورد حمله خارج و داخل قرار گرفته. این مباحث رو بذارید کنار، بالا پایین نداریم، همه با هم کنارم. البته انتقادات تندی به اپوزیسیون دارم، چه جریان جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، حالا در فرصت دیگه فرصت شد نقد خواهم کرد. و امیدواری من به این مواردیه که گفتم آقای چالش، تر از همه برخورد توده جامعه با من نوعی به عنوان یک فردی که فعال سیاسی هستم. نکات مهمی ایشون هم مطرح کردن، ایشون هم مطرح کردن. نکته ای که بارها در تفسیر خبر هم اشاره کردین این هستش که در ایران کس نمیپرسه از کس دیگه که تو چه میخوای، جمهوری خواه هستی، پادشاهی خواه هستی، چه هستی، چون همه نقطه مشترک ایرانه. نکته ای که هاشم اشاره کرد و یک گزارش دقیق ایشون داد راجع به وضع کنونی کشور. از زندان بیرون میاد، برای احوال پرسی راه رو کج میکنن، مردم بیان احوال ایشونو بپرسن یا در روستا یا جاهای دیگه. درست، من چون نزدیک 4 سال بعد انقلاب در ایران بودم، اون طی این 4 سال کسی که بازداشت میشد، به زندان میرفت، هر اتفاقی براش میافتاد، حتی کسان نزدیکانش ابا داشتن، دوری میجستن از اینکه تماس بگیرن با خانوادش یا با خودش، که هیچ، اگرم بیرون میومد با خانوادش حتی نزدیکانش تماس نمیگرفتن. یعنی همچنان بسیاری هوادار اینها بودن و این گزارش هاشم نشون میده که الان وضع چقدر تغییر کرد. بفرمایید سجاد عزیز، اشاره کردید که نیروهای خارج کشور صدای ما رو به ما برگردونن، اینو اگه بشکافید ممنون میشم. که بله، متشکرم. دوستان ما در خارج از کشور، هم از جمهوری خواه و خارج مشروع، در گروه ها، دسته ها، سازمان‌های مختلف بعد از 1401 برنامه رو به این شکل جلو بردن که ما خارج از کشور میتونیم برای شما اون روایت ها رو، اون گفتمان ها رو آماده کنیم، بپزیم و بعد به داخل کشور بیاریم تا بتونیم اجماع ایجاد کنیم. من همون موقع هم خدمت عزیزان که باشون تماس داشتم عرض کردم که اجازه بدید کار داخل کشور بیفته. ما خوشبختانه نیروهای بسیار پخته، خوشفکر، عاقل، اهل دانش و با تجربه ای رو داریم که میتونن این کار رو انجام بدن. صد البته که از تجربه و دانش دوستانمون خارج از کشور که حاصل چند دهه مبارزه است استفاده خواهیم کرد. و این با این مسئله باعث میشد که اعتماد، مسیر اعتماد کوتاه‌تر بشه و جامعه راحت‌تر بپذیره. آقای چالنگی، من داخل کشور بنزین 3000 تومانی میزنم، نون بربری رو 7000 تومان میدم. متوجه میشید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم من دارم این اتمسفر رو زندگی میکنم، من در این پیرامون دارم زندگی میکنم. اون رنج رو که دوستان با خارج از کشور دارن بازگو میکنن رو من و امثال من داریم زندگی میکنیم. یعنی با همون
رنج ها، با همون فقدان ها، با همون مشکلات تحمیلی داریم سر و کله میزنیم هر روز. و من فکر میکنم و مطمئنم که دوستان ما خارج از کشور اونها هم به همین نتیجه خواهند رسید، نقش حمایتی رو اجرا خواهند کرد و اجازه میدن که نیروهای سیاسی داخل کشور، اونهایی که از سلامت برخوردارن، اونهایی که در همه این چند سال آزمون پس دادن، سرد و گرم این مبارزه رو چشیدن، بیان با مردم بهتر، با کیفیت‌تر، شفاف‌تر صحبت کنن و بتونن اجماع ایجاد کنن در همه طبقات اجتماعی و مردم همراه باشن برای یک گذار. من یک نکته خیلی مهمی رو فراموش کردم. این چند روز صحبت از ابوالفضل آدینه‌زاده است. دومین سالگرد کشته شدن جبری یا قتل حکومتی ابوالفضل عزیز ما. من هیچ وقت ابوالفضل رو ندیده بودم آقای چالنگ. ولی هر وقت بهش میگم که من تو رو خیلی دوست دارم. یک جوان شایسته، یک جوان مسئولیت پذیر که هم مسئولیت فردی رو درک کرده، هم مسئولیت اجتماعی رو فهم کرده. جوانی 16 ساله میاد مقتدر وارد میدان مبارزه عملی میشه، پای گوشی تلفنش پهلوان بازی در نمیاره، توییت نمیزنه، استوری نمیکنه. نمیگم اینها بده ها، ولی اگر از قدیم گفتم به عمل کار برآید. افرادی چون ابوالفضل آدینه‌زاده و دیگر جان باختگان عزیز ما در راه آزادی وطن، همشون به ما این نکته مهم رو یادآوری کردن که راه آزادی از اینستاگرام نمیگذرد، راه آزادی از توییتر نمیگذرد، راه آزادی از تلگرام نمیگذرد، راه آزادی ایران از خیابان میگذرد. بله، روانش شاد. و عزیزان دیگه، گلهای دیگه که در این سالها خب از شما میشنویم. از هاشم عزیز، هر نکته خود شما مایل هستید خب بفرمایید، ورنه پرسش من این هست که در همین زمینه داخل و خارج، انتقادهایی که شما گفتید چه باید بکنن نیروهای خارج از کشور، کسانی که به گفته شما و سجاد عزیز واقعا دلسوخته ایران هستند، نه تاجران رنج ها و زخم های مردم ایران که سجاد اشاره کرد که در همین واشنگتن و جاهای دیگه بسیار هستن، چی میتونن انجام بدن که تا حالا ندادن به نظر شما؟ باشم عزیز، اگر بخوام عنوان کنم، حالا چیزایی که الان تو ذهنم مد نظرم هست، اولین نکته اینه تقسیم بندی زندانیان سیاسی. این بدترین بلاییه که میتونه سر اتحاد دستبندی کردن این پادشاهی‌های اون جمهوری‌های. من یه نکته رو اجازه می‌خوام عنوان سند برای اولین بار اینجا تو برنامه شما عنوان کنم. آقای چالنگی عزیز که یادگار به قول دوستان، اولین پرونده‌ای که مخلص منجر به زندان شد سال 96 بود، دی ماه 96 که مشهد شلوغ شده بود، ما تو شهرستان بازداشت شد. اونجا قاضی از این پرسید که آقای امیر چه نوع حکومتی رو برای آینده ایران می‌پسندید؟ من عرض کردم من یک نفرم و یک رأی دارم. دوباره چند بار این سوال رو تکرار کرد که گفتم آقای قاضی توجه داشته باشید، سه تا مسئله است: یک، آنچه من میخواهم، دو، آنچه جامعه انتخاب خواهد کرد، و سوم، آنچه خوب است. و دموکراسی مدعی نیست که اشتباه نمیکنه، من تا فرصت تصحیح اشتباهشو دارم. و اونجا اون توی نوع حکومتی که مد نظرم بود اونجا اعلام کردم، تو اون حکم هست، حالا هر زمانی لازم باشه اعلام خواهم کرد، که هنوزم که هنوز اعلام نکردم چون لزومی ندیدم. و الانم بعد از گذر چندین سال هنوزم عقیده میده آن نوع حکومت برای ایران خوب است. ولی به چه دلیل عنوان نکردم؟ یک، اصلا کسی نیومد از من بپرسه آقای امینی تو جمهوری های یا پادشاهی های، چرا اینجوری چرا اونجوری؟ چون موضوعیت نداره. ما در اول مرحله اول حفظ ایرانه و مبارزه در این راه از کمترین کارهایی که فکر میکنیم تاثیرگذار نیست. درسته سجاد عزیز اشاره قشنگی کردن، ولی از لایک کردن، فالو کردن، کامنت گذاشتن در فضای مجازی زیر پست یک فعال سیاسی، چه شخصیت چه جریان، هر کی رو قبول دارید شروع میشه. برو تا مجید رضا رهنورد، برو تا پویا بختیاری. و برای هیچ کس هم خدای نکرده من کس تکلیف نمیکنم یا تعیین کنم که چه بکنه، هر کسی توان و شرایط ویژگی خودشو داره. این مبارزه رو از کجا میگم؟ روزی که من یک بار یادم به موقع آزادی که من آزاد شدم، از اطلاعات در این پرونده در اجرا بود، یاد الان هست تو پیجم،
یه عکسیه که بغل توی دریای مازندران هم یه آهنگ از افتخاری گذاشته بودم، خیلی ساده، فقط اومده بودم اعلام حضور کنم، یعنی من آزاد شدم و اونجا بهم گفته بود آقا حق نداری پست بذاری. خب پرونده هم در جریان بود، یه خورده مراعات می‌کردیم اون زمان، حالا نمیدونم الان دقیقاً چقدر، 150 کامنتی حالا درود و سلام و صلوات برام فرستاده بودن دوستان. بعد یه دفعه زنگ زد گوشیم، مامور اطلاعات بود، هاشم چیکار کردی و فلان با همین لح. گفتم والله بالله هیچ کار نکردم دیگه، ما که هنوز دیروز آزاد شدم نرسیدم، خود لباسامو از در نیاوردم. گفت نه بچه‌ها پلیس امنیت بهم زنگ زد، من الان در جایی هستم آنتن ندارم دسترسی ندارم. گفتم پست انداختی؟ گفتم خب پستم چیزی نیست، اعلام حضور بود. گفت نه خب زیر اون 100 چند تا کامنت گذاشتن که درود. گفتم ها از اینجا ناراحتی، 150 نفر حضوری اومدن خونمون، 150 نفر تو دایرکت بهم پیام دادن، 150 نفر تو خیابون بودن و دفعه بعد مطمئنا 1500 نفر خواهد شد و شد. دوستان خارج از کشور دارن کلاب میزنن، نمیدونم فرصت دیگه خواهد بود که اونجا من مفصل‌تر باز کنم یا یه اشاره حداقل بکنم. در نبفهمه حتما اگه کشور تو کلاب اتاق میزنن. تو این چند روزه من مراجعه کردم، متاسفانه تو هر دو تا طیف هست. سایه جنگ بالا سر ایرانه، جمهوری اسلامی به واسطه آقا 45 سال جمهوری اسلامی تمام این هزینه ها رو متحمل شده برای نیابتیاش. برای چی؟ میخواسته بره با اسرائیل هفت سنگ بازی کنه یا یه قل دو قل بازی کنه؟ حماس مجهز کرده، شعارش این بوده، ایدئولوژیش این بوده، حذف اسرائیل. این همه نیرو اجیر کرده که در سرکوب نیروهای داخل هم استفاده کرده، اینا رو بسیج کرده برای جنگ، برای روز جنگ. این که من بگم من جنگ طلبم یا صلح طلبم هیچ تأثیری دوستان ندارد. نه اتاق نتانیاهو در اختیار منه و گوش به فرمان منه، نه بایدن و آمریکاش، نه علی خامنه‌ایش. آنچه در اختیار من است، من نوعی، من هموطن، من که فعال سیاسی، فعال مدنی، من معترض، من ناراضی، من جان به لب رسیده، این است که تشکیلات داشته باشم و روی زمین در مقابل این بیستم اگر فردا روزی حمله شد دچار یک فروپاشی اجتماعی نشیم که نقشه ها برای ایران دارن. امیدوارم من اشتباه کنم. ایران برای جنگی قرار کرده، برای حذف اسرائیلی قرار کرده، دنبال جنگ میگشته، الان فرصت فراهم شده، الان فرصت فراهم شده، موشک زدیم. مگه همین چند روز قبل که به اسرائیل، چند ماه قبل که به اسم ببخشید به پاکستان حمله کرد، 4 ساعت نگذاشت پاکستان، نگذاشت کف دستش. خب الان اومده با 200 تا موشک، نمیدونم چقدر، با چندین میلیارد هزینه، حالا دستاوردش بمونه. این اعلام جنگ و این سایه جنگ بالا سر ما هست. حالا در فرصت بعدی بیل میپردازم. شرایط حساس بحرانی، به ایران بیاندیشید. هیچ چیزی ندارم غیر از این بگم. ایران نگاهش به ماست. نه. و به ما خواهد گفت. سجاد عزیز، این فکر حکومت جمهوری اسلامی تبلیغ کرده، پادوهاش در خارج کشور در این شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و جای دیگه هم تبلیغ کرده که سقوط این حکومت یک خلأ قدرت به وجود میاره که جمع جور کردنش بسیار سخت خواهد بود و جنگ داخلی، به این حرفا بسیار زده شده. آیا مردم ایران قدرت اینو ندارن که بلافاصله ساختاری رو به وجود بیارن، بلافاصله یک وضعیتی رو به وجود بیارن، کشور خودشون زیر سلطه و اراده خودشون بگیرن؟ سجاد عزیز اینو از شما میپرسیم. بله متشکرم. این روایتی که از سمت پروپاگاندای جمهوری اسلامی و نفوذهاش در خارج از کشور مطرح میشه و وایرال میشه قطعا غلطه. داخل کشور این پتانسیل وجود داره، این عزم و اراده، این توانایی وجود داره که کشور بدون خلأ قدرت به حیات خودش ادامه بده. و من این آرزو اندیشی من نیست آی چالنگ، این واقعیت روی زمینه. فرد ایرانیان از عشایر، روستایی، شهری، شهرستان‌های کوچیک، همه مردم، من بهتون قول میدم که ورود میکنن، مسئولیت اجتماعی خودشون رو انجام میدن تا خلأ قدرت داخل کشور نباشه. بسیاری از ایرانیان پخته، بسیاری از ایرانیان باسواد، بسیاری از ایرانیان سیاستمدار خارج از کشور که در حوزه‌های مختلف تخصص دارن قطعا میتونن ورود کنن و سکان اداره کشور رو به صورت موقت دست بگیرن تا مردم بتونن در یک انتخابات آزاد هم نوع حکومتشون رو انتخاب کنن، هم مجلسی رو برگزینن، نمایندگانی رو بفرستن، هم دولتی رو بتونن تعیین کنن. هیچ خلأ قدرتی اتفاق نخواهد افتاد آقای چالنگ. من مطمئنم که نظر شما هم همینه و اگر براتون مهمه که داخل کشور مردم آیا این نگرانی رو دارند، خیر،
شاید در گذشته بود، اما بعد از 1401 که بسیاری از بالقوه ها به بالفعل تبدیل شد در نیروهای سیاسی داخل، مردم نگرانی هاشون بسیار بسیار کمتر شده و مطمئنیم که همه با هم قرار انجامش بدیم. یعنی اون تکثر رو میپذیریم که هر کس ایران متاسفانه حالا یا خوشبختانه رنگین کمانی از افکار و علایق و سلایق سیاسی هست، اما این اتفاق میمون افتاده که همه کنار هم قرار انجامش بدن و جای نگرانی نیست و جمهوری اسلامی در همین یک مورد رو هم که داره پروموتش میکنه برای ترسوندن مردم یا ترسوندن دول خارجی برای که در ایران یک رژیم چنج اتفاق بیفته شکست خورد. مطمئن باشید که ما خلای قدرتی نخواهیم داشت. خب شما که به دقت دنبال میکنید سجاد گرامی، تا چه اندازه میبینید که این اشاره هم کردن نیروهایی که از حکومت جدا شدن یا در واقع بالقوه میشه گفتش که آماده جدا شدن هستن در موقعیت مناسب، اینها بدنه ی حکومت مجموعاً در زمینهای مختلف، تا چند اندازه اینها آمادگی درشون میبینید که همونطور که هاشم عزیزم اشاره کرد که بپیوندن به کسانی که میخوان اون خلای قدرت رو یه ساختار جاش ایجاد کنن و تولید کنن، تا چند اندازه این رو میبینید؟ بله بسیار زیاد، مخصوصاً در کشوری ما اگر بحث نظامی رو، خب چون من اطلاعی ندارم آیا ریزش در نیروهای نظامی بکشه، ممکنه که در درون خانواده های خودشون وقتی با همسرانشون صحبت میکنن یا با فرزندانشون صحبت میکنن اونها هم به همون چیزی فکر میکنن که من شما داریم فکر میکنن. اما در بدنه کشوری، منظورم نهاد دولت هست، از بالا تا پایین که کارمندهای مختلفی داره در رده های مختلف، میانی، ارشد، پایین رده، بسیار ریزش زیاده. یعنی شما که وارد ادارات مختلف باشید بر اساس اون زندگی روزمره‌تون و شما شاهد خواهید بود مردان و زنان کارمندی که مثل گذشته فقط تو قلبشون با من و شما همراه نبودن، امروز در زبان هم با من و شما همراهن و به زبان میارن و این خیلی نکته مهمیه و اینها همه کسانی هستن که در این گذار عقلانی میتونن کمک کنن. چرا؟ چون سالها در اون شغل خودشون صاحب حرفه شدن، مهارت کسب کردن، داشته و داده ای دارن و اونها میتونن در این زمینه، اونجایی که سوال قبلیتون گفتید خلای قدرت، با تکیه به همین توانایی ها هم میشه مدعی بود یک ادعای واقعی داشته با خلای قدرت نخواهد. خوب کمتر از یک دقیقه وقت داریم و هاشم عزیز نظرش رو در این زمینه به ما خواهد گفت. نیروهای ریزشی سهم شدن در آینده. این که گفتن آخوند آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، معلوم شد که هر غلطی که دلش بخواد میتونه بکنه. این که اسرائیل به ایران حمله کرد، خواهد کرد، وادارش کردن و مجبور پاسخ بده در چه سطح و چه اندازه‌ای دست ما نیست. و این که شما فرمودید نیروهای ریزشی دیگه، من هم اول صحبت ها اشاره کردم منو به عنوان یک کارگر اگر پای حقوقی 10 میلیون تا 20 میلیون رو در نظر بگیریم خرج و مخارج زندگیش نمیشه. این وظیفه بر دوش اپوزیسیون است که چراغی روشن کند، آلترناتیو روشن کند که اینها را جذب کنیم و این نیروهای ریزشی آماده گفتگوها مشخصه. من خواهشی که دارم از دوستان جمهوری خواه یا پادشاهی خواه که در دو طیف هستند به حاشیه نپردازیم که به ما این چیکار کرد، اون چیکار کرد، تشکیلات درست کنید، تشکلات رو روی زمین جذب کنید و مطمئن باشید. حالا این مستگی داره که در این فرصت بتونیم استفاده کنیم، روند گذار رو کوتاه کنیم. این وظیفه پوزیسیون خارج از کشوره. بعد انچونی خواهد بود و این اهانتی است به مردم ایران که توان پس گرفتن کشورشون نداره، من توان تشکیل نظامی که بتونه کشورشون اداره کنه توسط مردم ایران و اجرای منویات مردم ایران. سپاس از هر دو مهمان گرامی، هاشم عزیز، هاشم امینی عزیز و سجاد مشهدی گرامی، با سپاس و قطعاً به زودی در خدمتون خواهیم بود. و برای من این نکته جالب، دو نمونه برجسته از ایران و ایرانیان برای من صحبت‌های هر دو مهمان گرامی یادآور نگاه فردوسی بود به ایران، نگاه فردوسی و دلبستگی و جنس دلبستگی شاهنامه فردوسی و خود فردوسی به ایران بود که موج می‌زد در صحبت‌های هر دو مهمان گرامی که هر دو از نوادگان فردوسی در خراسان هستند.
به پایان برنامه رسیدیم. واقعا دلم میخواد ساعتها ادامه پیدا کنه، که حتما ادامه پیدا خواهد کرد این گفتگو در آینده نزدیک. امید به فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.